سلام و وقتتون بخیر بینندگان گرامی و خوش اومدید به بحث روز. در این بحث روز در مورد مسئله دموکراسی صحبت خواهیم کرد و چرا اینقدر حزب دموکرات کردستان ایران تأکید میکنه بر مسئله دموکراسی برای همه ایران. برای این مسئله در خدمت دو مهمان گرانقدر برنامه هستیم، جناب کاک رحمان سلیمی عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایران و همچنین جناب کاک البرز روئینتن عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایران. هر دو بزرگوار خوش اومدید. سوال اولم از جناب سلیمی اینه که به نظر شما چرا حزب دموکرات از اول انقلاب تا امروز تأکید بر دموکراسی برای ایران داره؟ ضمن سلام خدمت شما بینندگان عزیزتون و همچنین جناب روئینتن عزیز، در واقع دموکراسی به عنوان یک مفهوم مدرن، مفهوم مدرن به معنای امروزی آن، آنچه امروز در دنیا به عنوان سیستم های دموکراتیک میبینیم، یک ارزش جهان شموله که حزب دموکرات از تأسیس خود به درستی اهمیت این مقوله رو درک کرده. در واقع آنچه خصوصا شما در مورد حزب دموکرات بعد از انقلاب 57 میگین، این شعار استراتژی حزب دموکرات که دموکراسی رو حتی قبل از تأمین حقوق ملی ملت کرد قرار داده، در واقع درک این اهمیت این مفهوم و این مقوله است و حزب دموکرات معتقد بوده و معتقد هست که در نبود یک سیستم دموکراتیک هرگز نمیتوان امیدوار بود به تأمین حقوق ملی. در واقع آنچه تضمین میکنه حقوق ملی رو و تمام حقوق و آزادی های فردی و جمعی رو تضمین میکنه دموکراسیه. در واقع تنها در یک سیستم دموکراتیک ما میتونیم امیدوار باشیم که همه ساختارهای اجتماعی داخل کشور، به خصوص ما در داخل چارچوب جغرافیای ایران در مورد حقوق ملی کردها صحبت میکنیم، تمام حقوق اجتماعی و حقوق فردی تنها در صورتی محقق هست که قابل تحقق هست که فرهنگ دموکراتیک و قواعد بازی دموکراتیک در جامعه و در سطح نهادهای مختلف جامعه، نهادهای قدرت، نهادهای مدنی و در کل در سطح جامعه پیاده بشه. خب جناب روئینتن، به نظر شما اون تعریفی که حزب دموکرات از دموکراسی داره چه نوع دموکراسی هستش؟ با عرض سلام خدمت شما و همچنین مهمان گرامی برنامه‌تون و بینندگان عزیز کردکانال، آن تعریفی که ما از دموکراسی داریم تعریفی است که در دموکراسی‌های پیشرفته جهان مبنی بر احترام و قبول مبانی حقوق بشر و همچنین مبانی حقوق ملت‌ها و آزادی ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خودشون هست و این تعریف اساسی ما از دموکراسی به علت این جنبشی هست که ما برای تحقق حقوق ملتمان از بعد از تأسیس حزب دموکرات تا به کنون ادامه دادیم و این تعریف در خودش یک نوع شانسی هم برای همه ایران محسوب می شود، چون ما می دونیم که قبول حقوق ملت ها از شرط های اساسی هر دموکراسی هست و هر طرفی یا هر سازمان سیاسی که این حقوق رو قبول نداشته باشه، معلوم بر این است که دموکراسی را هم قبول ندارد و دموکراسی رو نه بر مبنای اساس آن چیزی که وجود دارد تعریف میکند، آن دموکراسی رو بر اساس تعریف و تفسیرهایی که به نفع سازمان یا خودش هست رو تعریف میکند و این به نفع ملت‌های ساکن ایران و به نفع خود ملت فارس نیست، چون هر مسئله‌ای که باعث کمبود دموکراسی بشه به ایران رو به طرف یک دیکتاتوری و دیکتاتوری‌های دیگر رو میبرد. به این علت آن تعریفی که ما از دموکراسی داریم تعریفی جهان شمول و تعریفی است که در دموکراسی‌های پیشرفته دنیا وجود دارد، تعریفی است که در آن حقوق ملت‌ها و حقوق مبانی اصلی حقوق بشر در آن رعایت شده و حقوق حق‌های شخصی و حق‌های
سیاسی برای سازمان ها و همه حق های دیگر دنیای پیشرفته وجود دارد رو قبول می کند و برای آن مبارزه می کند. خب جناب سلیمی، به نظر شما این دموکراسی که حزب دموکرات مدام در مورد صحبت کرده برای آینده ایران فرصتی خواهد بود یا تهدیدی برای کلیت ایران؟ ببینید، در واقع توسعه اقتصادی در هر جامعه، در هر کشوری و در هر منطقه بدون نیل به توسعه سیاسی غیر ممکن و یا بی‌ثبات خواهد بود. در واقع شاید نمونه هایی داشته باشیم از حکومت های اقتدارگرایی که تونستن توسعه اقتصادی رو تجربه کرده باشند. و در واقع اون چه تضمین میکنه توسعه اقتصادی و اون چه زمینه توسعه رو فراهم میکنه از نظر اقتصادی و تامین معیشت مردم و همه امور روزمره ای که مردم بهش نیاز دارند، این توسعه سیاسیه. و توسعه سیاسی میدونیم در نبود دموکراسی غیر ممکن خواهد بود. یعنی نمیشود بدون سندیکاها، بدون احزاب، بدون سازمان های مردم نهاد در مورد دموکراسی صحبت کرد. و به همین دلیل دموکراسی به عنوان یک فرهنگ سیاسی، به عنوان یک حتی اخلاق فردی، تنها مقولیه که میتونه جامعه رو در راستای قرار بده که بشه در همه زمینه ها رشد کرد، در همه زمینه ها توسعه پیدا کرد. ما تجاربی که در دنیای مدرن و دنیای دموکراتیک داریم اینو به خوبی میتونیم درش ببینیم. یعنی پیش شرط پیشرفت هر جامعه وجود زمینه دموکراسی. در بود آزادی خلاقیت شکوفا نخواهد شد. این آزادیه و این دموکراسیه و این و تأمین تحقق زمینه های آزادی و دموکراسیه که میتونه فضایی درست کنه که افراد، که نهادها، که احزاب، که سازمان ها بتونن کار کنن، رقابت کنن و بتونن خلاقیت نشون بدن و جامعه را به پیش ببرند. خب جناب روینتن، به نظر شما این پیش شرط مهمی که لازمه ترقی و پیشرفت کشورها حساب میشه چقدر امروز در جامعه ایران ریشه دوانده و ریشه داره؟ این بحث مفصلی است. با توجه به رژیم های قبلی که و رژیم کنونی که ما داریم که از هر گونه مشخصه دموکراسی به دور است، تا چه حد این جامعه، آن دموکراسی که مخصوصا ما به عنوان ملت کرد خواهان آن هستیم رو میخواهند، جای سوال دارد. ولی با توجه به این اپوزیسیونی که ما در خارج از کشور داریم، ما ادعای به قدرت رسیدن و دموکراسی رو دارن برای آینده ایران، ما می‌بینیم که بیشتر آنها به حقوق ملت‌ها به عنوان یکی از مشخصه‌های دموکراسی اعتقاد ندارند. ما می‌بینیم که آنها از دموکراسی حرف می‌زنن، از مبانی حقوق بشر حرف می‌زنن، ولی وقتی به حقوق ساده‌ای مثل حق تدریس به زبان مادری می‌رسد، آن را قبول نمی‌کنن. یا می‌بینیم که از دموکراسی حرف می‌زنن ولی آماده نیستند هیچ گونه تفکری رو که غیر از تفکر خودشون هست رو بپذیرن و حتی با آن دیالوگ داشته باشن. همه اینها نشان می‌دهد که این اپوزیسیون و طرف‌های سیاسی مختلف، بیشتر آنها برنامه مشخصی برای ایجاد یک دموکراسی پیشرفته که بتواند همه مشاکل و مسائل‌های مختلف ایران رو حل کند که یکی از اینها حقوق ملت هاست، آینده روشنی رو من نمی بینم. ولی با توجه به جامعه، من جامعه رو بهتر از این طرف های سیاسی رو می بینم. در آینده این طرف های سیاسی هم تاثیرگذار خواهم بود و این مشکلی است که ما همکنون چه در بحث آلترناتیو سازی این رژیم جمهوری اسلامی و همچنین در بحث آینده ایران داریم. و این یک پیام مشخصی هم هست به هم جامعه ایران، به همه ملت‌ها و مخصوصا ملت فارس که این رو به خوبی درک کنند. آن طرف سیاسی که آماده نباشد حقوق ملت‌ها را و حقوق
ملت کرد یکی از اینها رو آنچنان که هست قبول کند، به معنی این است که قدم در راه یک دیکتاتوری دیگر برمی‌دارد که آینده رو برای ایرانیان و حتی برای خود فارس‌ها هم مشکل می‌کند. ولی با توجه به این مبارزه‌ای که ما از بعد تأسیس تا بکنون داشتیم و این واقعیت رو می‌دانیم که بدون دموکراسی هیچ یک از مسئله‌هایی که وجود دارد حل نمی‌شود، مبارزه ما برای ایجاد این دموکراسی ادامه خواهد داشت. ولی این مبارزه با توجه به تاریخی هم که داریم تا چه حد میتواند موفق باشد جای بحث هست، و ولی ما از خواسته های دموکراتیک خودمون عقب نشینی نمی کنیم. خب جناب سلیمی، جناب روینتن به موضوع هم مردم ایران اشاره کردن و هم احزاب و اپوزیسیون، در این میان نقش بیشتر بایستی کدوم یکی بایستی بیشتر چشمگیر باشه و آیا مردم بایستی خودشون کار بکنن، تلاش بکنن که وارد فاز مسئله دموکراسی بشن، یعنی که احزاب هستن که بایستی به مردم جهت بدن؟ ببینید، آنچه در مورد اپوزیسیون سراسری ایران مطرحه، در واقع بیشتر اون گروه هایی که آقای روینتن هم اشاره فرمودن، بیشتر اون گروه هایی که الان در صحنه سیاسی ایران میبینیم و حتی تلاش میکنند در راستای آلترناتیو سازی برای جمهوری اسلامی، بیشترشون واقعا فاصله زیادی با جامعه دارن، در واقع درک درستی از فضای کنونی اجتماعی در ایران ندارن. آنچه ما در خیابان ها میبینیم، آنچه ما در جامعه ایران میبینیم، واقعا خیلی متفاوت هست با اون خواست ها و حتی اون بینش های تا حدودی فاشیستی در بین بعضی از گروه ها. ما اینو در خیابان های تهران و مشهد و اصفهان و شیراز واقعا نمیبینیم. آنچه این جنبش ژینا ما در خیابان ها دیدیم، اون تظاهرات ها و اون گردهمایی که دیدیم، اون همه اون حرکت های انقلابی که شاهدش بودیم، در واقع خواست های مردم، خواست های جامعه خیلی متفاوت هست با خواست های اپوزیسیون خارج نشین سراسری. یعنی مردم دنبال دموکراسی هستن. من معتقدم که هرگز این گروه ها نمیتونن نمایندگی این جامعه و نمایندگی این حرکت انقلابی رو داشته باشند. من معتقدم که در خیزش آتی قریب الوقوع، من فکر میکنم که در ایران به دنبال همون اتفاقات سال گذشته اتفاق خواهد افتاد، مردم در مناطق مرکزی به دنبال جایگزین هایی در داخل خود ایران و آلترناتیو هایی در داخل خود ایران میگردن. فکر میکنم این زمینه رو برای قواعد دموکراسی در ایران، فکر میکنم زمینه رو، یعنی این زمینه وجود داره امروز در جامعه ایران، وجود در مرکز. ببین، اون چه که در مرکز مشکل هست اون تفکر ناسیونالیسم موهوم ایرانیه که در یک قرن اخیر در واقع در مرکز میدونید توسط به خصوص شاید پهلوی ها القا شده به جامعه، بخشی از جامعه به خصوص فارسی شیعی ایران، و این فکر میکنم دیگه اون کارایی رو در داخل ایران نداره و اون خواست هایی که مردم دارند خیلی متفاوت هست با اون چی که ما میبینیم در خصوص فارس سروری، فارس شیع سروری و اون ناسیونالیزمی که ازش صحبت کردم. خب جناب روینتن، چقدر امروز جامعه ایران یا جامعه به ویژه مرکز نشین این زمینه رو در وجودشون ما میبینیم که دنبال گذار از این گفتمانی که بهش اشاره شد که انکار میکنه و مسئله دموکراسی رو به حاشیه میرونه، اگه هم اسمی از دموکراسی برده میشه به اون تعبیری که خودشون دارن نه اون چیزی که مردم ایران میخوان، چقدر این زمینه وجود داره امروز در مرکز ایران به ویژه در میان مردم؟ من با این بخش از سخنان مهمان گرامی آقای سلیمی موافقم که جامعه تا حد زیادی با آن اپوزیسیونی که در خارج از کشور وجود دارد فرق دارد و این تفاوت باعث میشه که ما امیدمون به جامعه بیشتر از این گروه های سیاسی باشه. ولی با توجه به تاریخ حداقل 100 سال گذشته و تبلیغ بسیار وسیعی که در راستای بعضی سیاست‌های فاشیستی
و تکملیتی که شده، من بسیار خوشبین نیستم که جامعه ایران یا اکثریت جامعه ایران حقوق ملت ها رو و حقوق ملت کرد رو آنچنان که هست رو بپذیرد یا به آسانی بپذیرد. به این علت که آنچه ما میبینیم تفاوت اساسی وجود دارد در بین این جامعه ها و حتی این تفاوت در بین جامعه کردستان و جامعه غیر کردستان را هم ما به شکل بسیار مشخصی میبینیم. خب جناب روینتن، این مشکل از حزب دموکرات بوده که نتونسته پیام خودش رو تفهیم بکنه، یا اینکه مردم نخواستن، یا تبلیغات دیگران اجازه نداده که این پیام به اونام برسه؟ ببینید، این مشکل حزب دموکرات نیست، چون حزب دموکرات در تمام طول تاریخ خودش یک حرکت ضد دموکراتیک انجام نداده و یک حرکتی رو در خلاف مبانی حقوق بشر با توجه به مبارزه طولانی که دارد انجام نداده و در تمام طول تاریخ خودش مبانی صلح خواهی و حل مسئله کرد رو از طریق صلح درخواست کرده و حتی برای این مسئله قربانی بیش از حد داده و بعضی از رهبران ما در مذاکره، بر سر میز مذاکره ترور شدن و همه اینها نشون میده که آنچه از طرف حزب دموکرات که باید انجام بشود شده است و بیشتر هم انجام شده. ولی حکومت‌های دیکتاتوری، چه رژیم قبلی و چه این رژیم که در ایران حکومت می‌کنن، با توجه به اون قدرت بسیاری که در تبلیغاتی که دارند و همچنین با توجه به این ایدئولوژی تکمیلیتی که همه حقوق ملت ها رو رد می کند براش تبلیغ کردن، تأثیر در جامعه گذاشته و این باعث شده که جامعه این افکار پیشرفته حزب دموکرات رو به خوبی درک نکند و این برای ما مشکلی هم هست. ولی یک تفاوت دیگری من اینجا اشاره بکنم، ما تنها این مشکل رو در جامعه خود ایران نداریم. مثلا جوامع که در خارج از ایران، مخصوصا فارس ها که زندگی می کنن، با توجه به این که آنها سالیان درازی تحت حکومت های دموکراتیکی زندگی کردن و زندگی دموکراتیک رو در این کشورها تجربه کردن و می بینن که مثلا مردم کبک در کانادا حق انتخاب و تعیین سرنوشت خودش رو داره، مثلا می بینن که آینده کشور اسکاتلند رو اسکاتلندی ها تعیین می کنن، ولی وقتی که برمیگردد به مسئله کردها و مسئله کرد و ملت‌ها در داخل ایران، این رو رد میکنن. خب جناب رونتن، برمیگردیم به این موضوع اگه اجازه بدید. درسته. خب جناب سلیمی، به موضوع مهم اشاره کردن و یکی از انتقاداتی که مدام مطرح شده اینه که جامعه ایران و به ویژه مرکز ایران قابل این نیستش که بریم به سمت و سوی دموکراسی بره. و چرا حزب دموکرات اینقدر تاکید میکنه برای این موضوع؟ جناب رونتن به موضوع بسیار از فارس‌ها اشاره کردن که در کشورهای اروپایی شاید بزرگ هم شدن و مسئله دموکراسی رو اونجا دارن میبینن، باهاش زندگی میکنن. چرا این سیاست همچنان برایش تاکید میشه که در حزب دموکرات؟ ببینید، ما به تفاوت عمیقی در جامعه کردستان و در مناطق غیر کرد میبینیم. فرهنگ تحزب، فرهنگ فعالیت مدنی، فرهنگ سازمان های مردم نهادی که این روزا ما در مورد آتش‌سوزی های اخیر میبینیم، واقعا جامعه کردستان یک قدم جلوتر از جامعه ایران هست، جامعه مرکز هست در مورد تمرین دموکراسی و تمرین قواعد بازی دموکراسی. آنچه که در مرکز ما میبینیم و در واقع آقای روینتن هم اشاره کردن، در واقع ما با یک ایدئولوژی مواجهیم
ایدئولوژی که امکان سردر آوردن دموکراسی در ایدئولوژی ها غیر ممکن خواهد بود. در واقع نمیشه شما از یک باور دوگم، از یک اعتقاد دوگم و تغییر ناپذیر صحبت کنی و در مورد قواعد بازی دموکراسی صحبت کنی. در واقع جامعه مرکز آنچه ما دیدیم و آنچه حالا گروه های اپوزیسیون فکر میکنن یا ادعا میکنند که نمایندگیشو میکنند، در واقع تحت اون تبلیغات بوده، اون سازمان های حکومتی، ادارات حکومتی، آموزش پرورش، رسانه ها و هم و اون دستگاه عظیم اداری و تبلیغاتی که این سیستم و این ایدئولوژی کار کرده براش و برای تثبیتش کار کرده، در واقع به اون جامعه به نوعی شاید گفت شکل داده. ولی اون چه ما امروز میبینیم، من قبلا هم اشاره کردم، فکر میکنم این تفکر خیلی سریع داره از جامعه ایران رخت داره می‌بنده. در واقع اون چه ما به نام نسل زد حالا ما میشناسیم و خونده میشه بحث میشه، در واقع دغدغه هایش اون دغدغه ها نیست که ما در بین اپوزیسیون، ما در مورد در بین اونایی که نوستالژی دورانی دارند که به خصوص میبینیم فارسای امریکایی نشین که فکر میکنند برگشتن به اون آزادی اجتماعی که مثلا فکر میکنند در دورانی بوده، اونطور فکر نمی کنند. در واقع من فکر میکنم این دغدغه هاش خواهد، یعنی یک شکاف ایجاد شده، یک شکاف نسلی ایجاد شده و این نسل جدید خواستاش متفاوته، مطالباتش متفاوته و بنابراین راهکارها و اون رایی که برای اون مطالباتش می جنگه فکر میکنم متفاوت باشه و فکر میکنم اون باید بیشتر امیدوار بود به این جامعه که در این راستا و در مسیر رسیدن به دموکراسی تلاش بکنه. درسته. خب جناب روینتن، به موضوع که اشاره کردیم برمیگردیم. چرا این گفتمان، چرا این ذهنیت همچنان در مرکز نشینان و به قول خودتون اونایی هم که در کشورهای اروپایی بزرگ شدن دارن زندگی میکنن همچنان وجود داره و انکار میکنن مسئله دموکراسی رو برای ایران؟ این به این علت هست، گفتم به تبلیغات وسیع این اپوزیسیون و رژیم هایی که در گذشته و اکنون حکومت میکنن برمیگرده. آنها آنچه رو که به نام ایران میشناسن رب میدهن به یک تاریخی که بیشتر آن ساختگی هست و تنها برای این است که این وجود ملت ها رو در داخل ایران رد کنن و این یک واقعیتی است که وجود دارد. ولی آنچه که ما به عنوان دموکراسی می‌خواهیم برمیگردد به باور ما به این ارزش جهان شمول و این تنها ارزشی نیست که ما به آن باور داریم، ما به همه ارزش‌های جهان شمولی که در ساختن دنیای پیشرفته و دموکراتیک تأثیر داشتن بدان باور آن رو برای جامعه خودمون، جامعه کردستان و همچنین برای جامعه ایران میخواهیم و برای آن مبارزه میکنیم. آنچه که در نسل‌های جدید که جدا هستن از نسل گذشته خودشون و با توجه به وجود اینترنت، با توجه به این تفاوت‌هایی که در نحوه پرورش انسان‌ها به وجود اومده که تنها در تحت آموزش پرورش یک مملکت، یک حکومت نیستن، آنها از طریق اینترنت می توانند بسیار مقوله های بسیار متفاوتی رو ببینن و آنها رو بهتر درک کنن. ولی در کل این اختلافی که در بین جامعه کردستان و جامعه ایران که وجود دارد یک واقعیتی است که باید آن رو بپذیریم و برای آن مبارزه کنیم و این سوال به حق است که ما تا چه اندازه می توانیم در این دموکراسی خواهی که وجود دارد موفق باشیم با توجه به این تاریخ گذشته. اینجا یک مسئله جدی وجود دارد. ما برای حقوق ملت کرد مبارزه می کنیم و تأمین این حقوق و تحقق این حقوق در یک جامعه دموکراتیک
آسانتر هست و به این علت است که ما این دموکراسی خواهی خودمون رو ادامه میدیم. ولی این رو اولویت ما تحقق حقوق ملت کرد هست و ایجاد جامعه دموکراتیک در کردستان هست و همچنین مبارزه ما برای این است که این ارزش رو به بخشی از ارزش جامعه تبدیل کنیم و برای آن مبارزه میکنیم. و این مبارزه هم مبارزه سختی است، مخصوصا ما با دولت‌های فاشیستی که به مدت 100 سال فقط تبلیغ افکار و ایدولوژی فاشیستی خودشون رو کردن روبرو هستیم و این واقعیت رو باید بپذیریم. خب جناب روینتن، رسیدیم به پایان بحث روز، اگه سخنی هست کوتاه بفرمایید. من متشکرم از این فرصتی رو که در اختیار من گذاشتید. جناب سلیمی، اگه شما بحثی هست لازم میبینید که در آخر بهش اشاره کنید، در خدمتتون هستیم. فقط یک نکته رو میخوام اشاره کنم. در واقع آنچه حزب دموکرات به اون معتقد هست و اعتقاد عمیق دارد، تلاش دموکراتیزاسیون ایران هست و تن دادن غیر کردها در ایران برای تحقق دموکراسی. ولی همچنان که آقای روینتن هم اشاره کردن، در واقع اولویت ما تحقق حقوق ملی ملت کرده و در صورت عدم دموکراتیزاسیون ایران شاید جنبش کردستان و شاید حزب دموکراتی کردستان راه‌های دیگری رو در پیش بگیره. خیلی ممنون از حضورتون. متشکرم. بینندگان گرامی، این بود بحث امروز ما. خدا نگهدارتون.